همگی وقتتون بخیر. به کانال خودتون دکتر سلامت در یوتیوب خیلی خوش اومدین. من ستاره هستم و امروز قصد دارم علت وجود لکه های سفید روی ناخون رو برای شما توضیح بدم. پس ما رو در این ویدیو همراهی کنید و لایک و سابسکرایب کردن ما رو فراموش نکنید و با زدن زنگولک کنار سابسکرایب از جدیدترین ویدیوهای ما مطلع بشید. مورد اول، آسیب دیدن ناخون. یکی از شایع ترین علت پدیدار شدن لکه سفید روی ناخون آسیب دیدن ناخون است. اگر آسیب روی پایه ناخونتان وجود داشته باشد، ممکن است لکه های سفید روی ناخونتان پدیدار شوند. این لکه ها ممکن است بلافاصله بعد از آسیب ظاهر نشوند، اما به احتمال زیاد چند هفته پس از اینکه مثلا انگشتتان لای درز ضرب دید، لکه های سفید دیده می شوند. یکی دیگر از علتهای آسیب دیدن ناخون ممکن است مانیکور و پدیکور مکرر باشد، اما شما می توانید با استفاده از ژل نیز به ناخونها آسیب برسانید. اگر کفش های بیش از حد تنگ می پوشید، ممکن است فشار زیادی روی ناخونهای پا ایجاد کنید و باعث ایجاد لکه سفید روی ناخون شوید. مورد دوم، واکنش آلرژیک. واکنش آلرژیک می تواند یکی دیگر از علل پدیدار شدن لکه سفید روی ناخون ها باشد. ممکن است یک واکنش آلرژیک به محلول سفت کننده ناخون، لاک ناخون یا پاک کننده لاک نشان داده باشید. مورد سوم، کمبود روی. آیا می دانستید که نقاط سفید روی ناخون شما ممکن است به علت کمبود روی در بدنتان ایجاد شوند؟ اگر این نقاط ناشی از کمبود روی باشد، باید رژیم غذای خود را تغییر دهید. ما توصیه می کنیم غذاهای غنی از روی را به میزان بیشتری مصرف کنید. خوراکی هایی مانند لوبیای پخته، خرچنگ، صدف، آجیل، اسفناج، غلات و غیره. مورد سوم، کمبود کلسیم. کمبود کلسیم نیز ممکن است سبب پدیدار شدن لکه های سفید روی ناخون های دست یا پا شود. در این مورد ما توصیه می کنیم که غذاهای غنی از کلسیم را مانند محصولات لبنی، لوبیا سبز، بادام، سبزیجات برگ سبز، تیره و کلم بروکلی به میزان بیشتری مصرف کنید. همچنین امروزه بسیاری از محصولات مخصوص ناخون ها در بازار موجود هستند که با کلسیم تقویت می شوند. مورد چهارم، کمبود پروتئین. اگر کمبود پروتئین در بدن شما وجود داشته باشد، در اثر آن ممکن است نقاط سفید روی ناخونهایتان ایجاد شود. در واقع این کمبود سبب می شود که خطوط افقی سفید روی ناخونها ظاهر شوند. اما هنگامی که رژیم غذای خود را عوض می کنید و زمانی که بیشتر غذاهای غنی از پروتئین را مصرف می کنید، این نقاط احتمالا خیلی زود از بین می روند. توصیه می شود که ماهی، گوشت گاو بدون چربی، لوبیا، آجیل، شیر سویا، توفو و سایر غذاهایی که غنی از پروتئین هستند را به میزان بیشتری مصرف کنید. اما در بعضی موارد جدی‌تر این خطوط سفید ممکن است نشانه بیماری کبد باشند. بهترین روش برای بررسی احتمال وجود بیماری کبد این است که روی سطح ناخونتان فشار وارد کنید. اگر خطوط سفید در لحظه ای که سطح ناخون را فشار می‌دهید ناپدید می‌شوند، معلوم می‌شود که شما فقط دارای کمبود پروتئین هستید و لازم نیست نگرانی به دلتان راه بدهید. مورد پنجم، عفونت قارچی ناخون. آیا تا به حال چیزی در مورد عفونت قارچی ناخون شنیده اید؟ این عفونت نوعی عفونت قارچی است که روی صدف ناخون ظاهر می شود و به زیر ناخون ها گسترش می یابد. این عفونت معمولا روی ناخون ها ظاهر می شود، بنابراین آنها پوسته پوسته می شوند و در عین حال ممکن است بعدها بسیار زخم شوند. ناخون ها ترک می خورند و هنگام پوشیدن کفش احتمالا درد خواهید داشت. اگر هر کدام از این علائم را دارید، بهتر است با پزشکتان مشورت کنید تا مشخص شود که آیا اونیکومایکوز یا هر نوع دیگری از عفونت قارچی روی ناخون وجود دارد یا خیر. اگر مشکل ناخونتان اونیکومایکوز است یا عفونت قارچی ناخون باشد، پزشکتان داروهای ضد قارچ خوراکی را برایتان تجویز می کند. همچنین احتمالا یک پماد موضعی به شما می دهد که باید در ترکیب با داروهای تجویز شده استفاده کنید. برای مشاهده بهبودی قارچ ناخون باید صبور باشید، زیرا ممکن است نتایج پس از یک یا دو ماه، آن هم در صورتی که از داروها به طور منظم استفاده می کنید، پدیدار شوند. اعتقاد بر این است که این اختلال قارچی در عرض 3 ماه به طور کامل ناپدید می شود.
مورد ششم، بیماری های جدی. متاسفانه برخی از بیماری های جدی نیز می توانند علت بروز نقاط سفید روی ناخن دست یا پا باشند. به منظور جلوگیری از هر گونه عوارض دیگر، در صورتی که متوجه هر گونه تغییر روی ناخن هایتان شدید، لازم است که به دنبال درمان پیش پزشک باشید. مورد هفتم، بیماری کبد. همونطور که قبلا هم عنوان شد، نقاط سفید روی ناخن ممکن است نشانه وجود یک بیماری کبدی مانند هپاتیت باشند. مورد هشتم، بیماری کلیوی. ابتلا به یک بیماری کلیوی نیز ممکن است باعث پدیدار شدن نقاط سفید روی ناخن شما شود. اگر بیماری کلیوی دارید، ناخن‌ها ممکن است کاملا سفید یا حتی صورتی رنگ شوند. مورد نهم، کمخونی. گاهی اوقات کمخونی هم ممکن است باعث ایجاد لکه های سفید روی ناخون های دست و پا شود. اگر مبتلا به کمخونی هستید، زیر ناخون شما رنگ پریده و یا سفید است. این بدان معناست که شما باید آهن بیشتری را در رژیم غذایتان داشته باشید. ما توصیه می کنیم که غذاهای غنی از آهن مانند گوشت یا سبزیجات برگدار را به میزان بیشتری در رژیم غذایتان قرار دهید. مورد دهم، سرطان پوست. اگرچه لکه های سفید موقت هستند و می توانند به راحتی درمان شوند، اما اگر روی ناخن هایتان لکه های تیره ببینید، آن وقت است که باید نگران شوید. اگر دست یا پایتان دچار آسیب نشده و با این وجود لکه های تیره روی ناخنتان وجود دارد، ممکن است به سرطان پوست مبتلا شده باشید. در این صورت باید در اسرع وقت به پزشک مراجعه کنید. ممنونم از اینکه با من همراه بودید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.